اسناد کشف شده پیرامون دکتر شاپور بختیار. بله بله. صحبت فرمودین و وعده کردین که برخی از اسناد به دست آمده رو در برنامه امشب برای شنوندگان ما بازگو کنید. آیا در دستتون هست؟ بله حتما حتما. این اسناد همینجاست و این اسناد از دو مقوله هستن، یعنی بعضی از اینها مربوط به دوران قبل از نخست وزیری ایشون هست و برخیش مربوط به دوران نخست وزیری است و چگونگی نخست وزیری شدن ایشون هست. یعنی هر دوی اینها خیلی جالبن، برای اینکه اولا یک انعطاف جالبی در نوع کار بختیار نشون میدن، یعنی هم ابایی نداشت در مورد اینکه با سفارت آمریکا صحبت بکنه، یک به نوعی به عنوان نماینده جبهه ملی با اونها صحبت میکرد، معمولا با صراحت کامل در مورد اوضاع صحبت میکرد و بعد در زمان شریف امامی کاملا در مخالفت با رژیم شاه صحبت میکرد. یعنی در سندی که خاطرتون باشه دفعه آخر خوندم حکایت از این میکرد که در دوران شریف امامی، در اواخر دوران شریف امامی، وقتی که سفارت آمریکا باش تماس میگیره و صحبت میکنه، یکی از توصیه هایی که میکنه این است که شما از رژیم شاه دفاع نکنید، برای اینکه این رژیم رفتنی است و شما بیاید با مردم در واقع بیعت بکنید. جالبیش این است که اینا رو بختیار میگه؟ دقیقا، من اینشو ایاتون باشه خوندم هفته پیش براتون خوندم که به سفارت آمریکا میگه که رژیم شاه نمیتونه دیگه بمونه. چطور نخست وزیر این رژیم شد؟ همین دقیقا دو نفر هستن که خطر رو متوجه میشن در سیاست، یعنی در عالم در سلک جبهه ملی باید گفت دو نفر هستن. در جبهه ملی دکتر غلام حسین صدیقی و شاپور بختیار، در میون روحانیون بیش از هر کس آیت الله شریعت مداری است. این سه نفر واقعا به نظر من قدرشون اونچنان که باید هنوز کماکان شناخته نشده، برای اینکه اینها کاملا متوجه این بودن که چه خطری در راهه، چه نوع استبدادی در پیشه و حاضر شدن اون به اصطلاح وجاهت ملی خودشون رو، وجاهتی که در مورد هر ستای اینها عمری در ایجادش کوشش کرده بودن، در مورد صدیقی و بختیار زندان رفته بودن، هرچ کسیده بودن، محدودیت های دیتشیده بودن، اینها حاضر شدن این رو ریکس بکنن، برای اینکه احساس میکردن که مملکت داره در مسیری حرکت میکنه که فرجامش جز استبداد، استبداد نعلین به قول دکتر بختیار نیست. یعنی به نظر من شجاعت سیاسیشون دقیقا حداقل به نظر من در اینه، با اینکه مخالف بود، با اینکه کاملا نسبت به شاه تا چند هفته قبل از این ماجرا نظر بسیار بسیار انتقادی داشت، ولی وقتی که احساس کرد مملکت داره به اون طرف میره، وقتی که احساس کرد که واقعا تنها راه بالقوه نجات این است که سعی بکنه که این آلترناتیو سوسیال دموکراتیک خودش رو به مردم ارائه بده، حاضر شد و البته فجر تقدم در این راه با دکتر صدیقی است. او هست که این راه رو شروع میکنه، او هست که این مذاکرات رو با شاه انجام میده، او هست که میپذیره که کابینه تشکیل بده و واقعا میگم باید یه روزی این اسناد در بیاد و روشن بشه که چطور مثلا جبهه ملی در اون شرایط تمام سعی خودش رو کرد برای اینکه نگذاره دکتر صدیقی و بعد از دکتر صدیقی دکتر بختیار کابینه موفقیت آمیزی تشکیل بدن. یعنی هیچ دلیلی نداره که ما حداقل تأمل در این مورد نکنیم که چی میشد اگر جبهه ملی به جای اینکه بنا رو بر تضعیف این دو نفر میذاشت، هر کدوم از اینها رو سعی میکرد که تقویت بکنه. هفته پیش براتون یه تیکه‌ای از یک صحبتی که شاه با سفیر آمریکا و انگلیس میکنه رو
قرائت کردم. شاه با سفیر آمریکا و انگلیس صحبت میکنه در اوایل دسامبر 78 و میگه که من با آقای سنجابی صحبت کردم، سنجابی گفته که نمیتونم بدون چراغ سبز آقای خمینی کاری بکنم، ما حاضریم دولت تشکیل بدیم ولی به شرطی که شما بتونید حکومت نظامی رو یا ادامه بدید تا وقتی که باعث تضعیف خمینی بشه یا تا شرایطی که خمینی اجازه بده که ما چنین دولتی رو تشکیل بدیم. این عبارتی است که شاه از قول پنجابی به سفارت آمریکا میگه. گزارشی که خود سفارت آمریکا از این ماجرا، از دیدارهاشون با سران چپه میده، چندان متفاوت از این نیست. به نظر من باید حتما پرسید چی میشد اگر اینها، اگر جبهه به طور مشخص و بسیاری از روشنفکران دیگری که بنا رو فقط بر تضعیف بختیار، در مورد بختیار بیشتر از تضعیفش، در واقع نابود کردن دولتش، و در مورد صدیقی دوباره اسناد بسیار جالبی هست که نشون میده که خمینی به طور مشخص چقدر نگران حکومت صدیقی بود، چقدر نگران بود که اگر یه چنین حکومتی تشکیل بشه ممکنه مسیر عوض بشه و جبهه ملی به جای این که در این دولت شرکت بکنه، به جای این که حتی در مورد بختیار سکوت بکنه، اون بلای رو بر سرش آوردن که دیدیم. مثلا این سند سفارت آمریکا در تهران دیداری است با برخی از سران جبهه در مورد کاری که بایستی در ایران انجام بدن. با این شروع میشه که در آمریکا برژنسکی و براون و ون، یکی مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع و وزیر امور خارجه، در مورد ایران جلسه کردن این دوم نوامبر و تصمیم گرفتن که راهنمایی های به سفارت در ایران بفرستن و به سفارت بگن که دفعه بعدی که شاه با سفیر دیدار میکنه، سفیر موظفه که به شاه این حرفا رو بزنه. وزارت امور خارجه به نظرش میاد که تنها راه خروج از وضعیت فعلی حکومت که نخست وزیرش در دست کسی از سران جبهه ملی باشه. یعنی در نوامبر سوم سیاست رسمی دولت آمریکا این بود که تلاش جدی بکنن. این جلسه کردن برژنسکی، ون و آقای براون و گفتن که اگر شاه با شما صحبت کرد، یک توصیه این است که یک دولت اپوزیسیون به ریاست یکی از سران اپوزیسیون سکولار شما ایجاد بکنید. انتخاب دوم انتخاب دولت نظامی که درش افراد سیویلین هم باشه. ما ترجیحمون بر همون راه اول. به طور مشخص ما معتقدیم باید هرچه وسیع تر جبهه ملی رو در این کار درگیر کرد. حتی انتخاب اصلح ما نخست وزیری کسی یا بازرگان یا سنجابی. علی امینی ممکنه مورد قبول باشه ولی به نظر ما میاد که او به عنوان نوکر آمریکا شناخته میشه. این کلمه که میگه he's been seen as an US stooge. ولی اگر ائتلافی تشکیل بشه، به خصوص اگر ائتلافی که جبهه ملی در رأسش باشه و ارتش پشت اون باشه، این ممکنه بتونه در مقابل خمینی ایسته و ممکنه ترکیبی باشه که به خمینی امکانی جز موافقت نده. میگه it would defy خمینی and get his acquiescence، موافقت اون رو به اجبار بگیره. حتی اگر موافقت کامل نکنه، چنین ائتلافی او رو وادار خواهد کرد که نظرات انتقادی خودش رو تا انتخابات بعدی به تعلیق بگذاره. یعنی آمریکا تمام سیاستش بر این بود که کمک بکنه یک دولت جبهه ملی
با حمایت ارتش سر کار بیاد، سنجابی یا بازرگان رئیس دولت بشن، ارتش پشتش باشه، شاه هم پشتش باشه و جلوی آمدن خمینی از این طریق بگیرن. این سند متعلق به سوم نوامبر 1978. وقتی که این برنامه خب به عمل گذاشته میشه، این برنامه در ظرف 3 هفته بعد به عمل گذاشته میشه دیگه. اول سعی میکنن سنجابی رو بیارن، حاضر نمیشه،